و اما خبر آخر نمایندگان مرجعیت شیعه از کلیسای بزرگ مونترال کانادا بازدید کردند در پی دعوت پدر کلود گرو اسقف اعظم ایالت کبک کانادا نمایندگان مرجعیت شیعه آیت الله عظما شیرازی مدظله از کلیسای سن جوزف این ایالت دیدن کردند به گزارش شیعه ویوز این هیات و در رأس آن حجت الاسلام والمسلمین شیخ مکی حائری وکیل مرجعیت در ایالات متحده آمریکا و حجت الاسلام شیخ صالح سیباوی، وکیل مرجع در کشور کانادا و مسئول مرکز جهانی آیت الله العظمی در مونترال سلام مرجع را به پدر کلودگرو ابلاغ کردند در ادامه این دیدار حجت الاسلام شیخ صالح سیباوی با تبیین گوشههایی از های مرکز جهانی آیت الله شیرازی آمارهایی از زیارت میلیونی اربعین حسینی را برای این روحانی مسیحی بیان کرد. بر اساس این گزارش در ادامه نیز حجت الاسلام و شیخ مکیه هایری که مدیریت مرکز امام علی علیه السلام بزرگترین مرکز شیعی در شرق آمریکا را بر عهده دارد طی سخنانی با اشاره به لزوم همزیستی مسالمت آمیز گفت آشنایی با فرهنگ اصیل اهل بیت علیهم السلام و مذهب تشیع که همان اسلام راستین است می تواند برنامه مناسبی را برای یک زندگی موفق به انسان ها ارائه کند مدیر مرکز امام علی علیه السلام با تاکید بر اینکه امام حسین علیه السلام و حضرت مسیح از طرف خدای منان و با هدف نجات انسانیت از تاریکی ها و نادانی برگزیده شده اند افزود این وظیفه روحانیون مسیحی و یا مسلمان است که در این راه با توجه به فضای امروزی گام های مؤثر بردارند چرا که جامعه امروز به افکاری از این قبیل نیازمند است پدر گرو نیز ضمن ابراز تشکر از سلام گرم مرجالی قدر و اظهار سلام خاص خدمت معظم الله گفت مایه خورسندی است که بتوانیم این اهداف را عملی سازیم و لازم است برای رسیدن به آنها نشست هایی بین روحانیون دینی انجام گیرد او در پایان ابراز امیدواری کرد تا با تحقق این اهداف شاهد جامعه ای آری از خشونت باشیم که در آن تفکر گفتگوی متقابل و همزیستی مسالمت آمیز حکمرانی کند